سلام به شما یاران و همراهان عزیز سیمای آزادی با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات هفته همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نجات سلام بر شما خیلی خوش اومدید سلام بر شما و درود و سلام بر بینندگان عزیز سیمای آزادی منم سلام دارم خدمت شما و سلام می کنم خدمت همه بینندگان سیمای آزادی بله خب در ابتدا بپردازیم به مرور تحولات هفته بفهم. بله مهمترین تحولات تو این هفته همچنان از یک طرف در درون رژیم بود که جنگ و جدال و رویارویی‌های های درونی رژیم باز بازم بالاتر گرفت یکی در زمینه همین موضوع حجاب و گشت ارشاد و اینا بود که اقوال مختلف و اظهار نظرهای مختلف و کشمکش های مختلف و بعضا متناقض و رو در رو اینها رو شاهدش بودیم همچنین در سر نمایش انتخابات که تو اسفند ماه قراره باشه که الان هم هفت ماه مونده در بیش از هفت ماه در این مدت الان این کشمکش ها بازم بالا گرفته به خصوص در درون خود اون باند حاکم و باند خود خامنه ای که قابل توجه هست گسترش اعدام ها توسط رژیم جنایتکار که خب از اینجا بحث پیوند میخوره به کارزارهای مقاومت ایران چون یکی از موارد اعلام حکم اعدام به یک زندانی سیاسی و قیامی محمد جواد وفایی بود که از هواداران مجاهدین هم هست که به دنبال این نامه و فراخان 83 تن 83 نفر و سازمان سازمان های حقوق بشری بود به کمیسار عالی حقوق بشر که به شکل گستردن مورد توجه قرار گرفت از توجه توسط رسانه ها و به دنبالش نامه ده تن از وزیران پیشین در هفت کشور و همچنین در دوستان دموکراسی در استرالیا شامل ده نفر از پارلمان ایتالیا و شخصیت بشری سی شخصیت بشری که اینها همه اعتراض کردند و خواهان اقدام فوری شدند. اینا مثل گوشه و بخشی از کارزارهای مقامت ایران بود. همچنین اجلاسی که در پارلمان انگلستان برگزار شد همین اواخر هفته که لورد دیوید آلتون خبر اونو در توییت خودش داد و گفت که جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در ایران در این جلسه بوده و این جلسه رو بحثی رو که جریان داشته اداره کرده که خب اینها بحث های مختلف بوده همچنین واکنش های ای که رژیم نسبت به حضور رئیس جمهور برگزیده محمد در ایتالیا در جلسه ای با شرکت شماری از اعضای دو مجلس ایتالیا و همچنین دیدارهایی که در محل استقرار رئیس جمهور برگزیده محمد صورت گرفت رژیم ادامه داره میده مرتب آه و ها و زوزه هاش جریان داره که اینها هم بخشی از تحولات بوده که قابل توجه بوده بله این هفته همطور که اشاره کردن بحث و کشمکش در درون رژیم در رابطه با گشت ارشاد بالا گرفت البته در سطح وسیع هم در سطح بین المللی انکاس و با, با کنش های بین المللی, بین المللی, داشت اما خب رژیم با اینکه میدونه چه پیامدهایی داره چرا دست به این اقدامات میزنه؟ بحث این نیست که مثلا پیامداشو نمیدونه حتی تجربه کرده ضربه ای که در قیام 1401 خورد یعنی پارسال پیامده همین گشت سرکوبگر ارشاد بود اونجا جنایت همین گشت که با شهادت جینا امینی منجر شد به اون منجر شد در واقع جرقه اون قیامو زد نفرت اجتماعی از این گشت هم خوب میدونه ولی موضوع, م... موضوع بقا و حفظ نظام و بدون بودشه یک روز بدون این دستگیری ها و سرکوب و اعدام و زندان نمیتونه دوم بیاره ولی را افتادن این گشت ارشاد در این مقطع پیامه خیلی مشخصی داره اولا اینکه که خامنه هیچ راحل استراتژیکی برای بحران های اقتصادی و اجتماعی نداره اگه اوزه انفجاری جامعه رو در نظر بگیریم در قیام قبلی الان به مراتب اوضاع انفجاری تره مثلا شما یه قلم نگاه کنید بیش از سی درصد به نسبت اون موقع زیر خط فقر رفتن تورم اگه اون موقع میگفتیم مثلا 67 درصده الان خودشون میگن 120 درصد قیمت برخی اقلام مواد غذایی 400 درصد اضافه شده به نسبت اون موقع اگه خط فقر زی 10 تا مثلا ده 15 یا سقفش 18 میلیون گفته میشد الان گفته میشه 30 میلیون تومنه خط فقر نقدینگی چاپ اسکناس بدون پشتوانه ساعتی 420 میلیارد تومن که تو تاریخ ایران 20 است خب چون راه حلی برای این نداره و هر روز حادتر میشه یعنی هیچ راه حل که نه حل کنه و اوضاع هر روز انفجاری تر میشه تنها وسیله که سراغ داره برای اینکه مهار کنه این اوضاع و همون گشت و اعدام و کشتارو رو دستگیریه پس این یک در واقع پیام را افتاده نگشت موضوع دوم وحشتیه که خامنه از قیام بعدی داره اصلا معلوم نیست که چه روزی چگونه این قیام دوباره سر بر میاره مخصوصا که الان داریم نزدیک میشیم به سالگرد قیام قبلی بعد 750 شهید مراسمشون از سالگردشون است نزدیک میشیم به بازگشایی دانشگاه ها و مدارس خو خب میخواد از حالا فضه رو ببنده خب ببخشید در همین جا یه مکس کوتاهی داشته باشیم چطور میتونیم این رو استدلال کنیم با وجود اینکه خب مثلا بگیم رژیم ادعا داره که مهار کرده خب مهار کرده خب میتونه سختگیرانه اقدام بکنه و گشت ارشاد رو همراه میندازه چطور اینطوری میشه استدلالش کرد خب اگه مهار کرده یعنی جامعه آروم شده دیگه دیگه اون فضای انفجاری دیگه نیست دیگه دیگه نیاز نداره به این میزان از اعدام و کشتار و دستگیری و سرکوب یعنی متناقض میشه این دستگاه خب اگه مهار کردی یعنی مسئله حل کردی یعنی مثلا دیگه اون زمینه های عینی قیام دیگه وجود نداره دیگه اون شرایط انفجاری نیست حقوق کارگر رو دادی تورم رو پایین کشیدی نقدینگی رو کم کردی خط فقر رو در واقع کاهش دادی حقوق کارمنده رو کارگره و کارمنده رو چند برابر کردی دیگه اون زمینه ها رو خوابوندی چون اون زمینه ها هست یعنی روم بشک باروت هست و نمیتونه اینو حل و فصل کنه ناچار به این اهرم ها متوسل میشه یعنی پایه ها مبنه قیام وجود داره بله یعنی نتونسته اونو برداره نه تنها نتونسته برداره بلکه مرتبا این فضای اجتماعی انفجاری تشدید میشه هر چی تشدید میشه این باید بازم فتیله سرکوب ببره بالاتر بله. و الا نمیتونه از اخته بر بیا علاوه بر این این خامنه ای الان بعد از قیام 1401 به شدت تسعیف شده این کاری که کرده گشیر شده دوباره آورده تو خیابونا از موزه تدافعی و ضعف از موزه قدرت نیست اگه قدرت بود خوب میرم اون مسائلو حل و فصل میکرد چون نیروهاش هم به شدت تو قیام ریزش کردن در واقع و الان میخواد بهشون دلجویی بده که هنوز کف خیابون دست منه چون در اون وا میرن از ترس بعد نمیدون قیام, قیام بعدی که علاوه بر این این آوردن گشت ارشاد نشون میده که کماکان وحشته اصلی خامنه ای جدی خامنه ای از زنان و دختران ایرانه چون توی اون قیام از این از اونا ضربه کاری خورد میخواد اینجا رو کنه به همین دلیل اینجا سفت و سخت گرفته این تشدید کرده اما در راندازی را همین گشت ارشاد با بومبسای هم روبرو شده مثلا کسی تو رژیم به اوده نمیگیره این سخنگوی نیروی انتظامی اومد اعلام کرد که, که به دستور رئیسی و قضایی ما اینو را انداختیم. اما الان دولت در واقع میاد انکار میکنه که اینه مثلا این خس علی که معاون خ... رئیسی تو امور زنانه گفت نه اینجوری نیست من چنین چیزی نشنیدم این پاس میده به اون پاس میده به این یعنی هیچ نمیپذیرن میگه... بله بخوام مثل اه آهن تفته است بل. آهن تفته که تو دستی که داخت هی به دیگه تو دامن اون یکی مثل لایه حجاب و عفاف بود بل. خب قضایی داد به دولت دولت داد به مجلس مجلس دو فوریتی کرد از ترس کردنش به وضعیت عادی برگردونن الان خب فعلا به هاشیه رفته یعنی مثل این کسی هم در واقع نمیتونه اینو بپذیره اما در این گشت ارشادو که راند را خامنی میگم به زده خودش تبدیل میشه پاسخ مردم ایران هم به این گشت خیلی واضحه همون پاسخی که روز اول مردم رشت دادن و تظاهرات کردن با شعار مرگ بر خامنی اومدن تو صحنه و باید منتظر چنین صحنه هایی باشیم پاسخش هم در هم کوبیدن این گشت است در واقع اعتراض و مقاومت که دوباره قیام از جای شعله بکشه و دودمان این خامنه یور رژیم رو ب... به آتش بکشه بله شما در با جنگ و جدال در درون رژیم بر سر گشت ارشاد به خوبی اشاره کردید اما جنگ و جدال دیگه هم وجود داره در درون رژیم و بالا گرفته در بله. با انتخابات نمایشی اسفند ماه ابعادش چگونه است ابعادش خیلی زیاده و روز به روزم بیشتر میشه جنگ و جدال در درون رژیم روز به روز بیشتر میشه علتش اینه که وحشتش از جامعه از قیام از اون دشمنی که در مقابل خودش میبینه روز به روز بیشتر میشه و این در درون رژیم تبدیل میشه به کشمکش ها و جنگ و جدال که خب یه نمونهش الان سر همین موضوع گشت ارشاد و به اصطلاح حجاب و حجاب اجباری و اینا بود و یه نمونهش هم در درون رژیم هست بر سر همین نمایش انتخابات که البته در اسفند ماه و الان خب رو در رو هستن با هم دیگه قبل در دوره های قبل این جنگ و جدال بین دو تا باند بود به اصطلاح باند اصلاحاتی ها و باند خامنه ای که میگفتیم مثلا به اصولگرا خودشون میگن معروف بودن ولی الان از اون موقعی که دیگه این اصلاحاتی ها رو خامنه ای ریخت بیرون از نمایش انتخابات سال 98 مجلس و بعدم انتخابات ریاست جمهوری اصطلاح ریاست جمهوری سال 90 دیگه از رو بست به شورای نگهبان گفت اینا رو همه رو بیرون کن صلاحیتشون رو لغو کن و که حاکمیت یک دست به وجود بیاره خب دیگه الان این جنگ و جدال رفته توی درون خود این باند حاکم باند خامنه ای و اونجا شاهدش هستی یعنی الان دیگه جنگی با اصلاحاتی ها نداره خب نه اینکه با اصلاحاتی ها جنگی نداره نوعش عوض شده چون اصلاحاتی ها رو که برای بیرون کرده الان هم اونا در حال التماس هستن مرتبا که سهم ما رو بده و ما باید حضور داشته باشیم توی این پستلا نمایش انتخابات و این حرفا. الان حرف این باند حاکم و قالب به اصلاحاتی ها اینه که شما نباید از انتخابات قهر کنین درسته که ما بیرونتون گردیم ولی باید بیاین شرکت کنین باید بسا تنور رو داغ کنین اونا هم میگن که ما قهر نکردیم ما رو حذف کردن و جایی برای ما نمونده و بعدم به اصطلاح یکی از این افرادشون به نام جواد امام که به اصطلاح سخنگوی همین اصلاحاتی ها هست میگه که اینا خودشون یعنی اون باند قالر میرن یه عده رو برای ما کاندیدا میکنن مشخص میکنن میگن یعنی اینا کاندیدای مثلا چیه شما هستن و بر... لابی میکنن مثلا اینا رو میارن که تنور رو گرم کنن در حالی که اینا مثلا از طرف ما نیستن خلاصه کشمکش با اونا تو این دستگاهه بی هستن اصلا کاری نمیکنن نه دیگه چون اخراج شدن دیگه یعنی فقط قور میزنن و البته چیه این طرف اون طرف همین جنگ که دارن گاهی یه چیزایی رو فاشگویی میکنن از رژیم و درون رژیم و که همین کشمکش ها رو نشون میده ولی درگیری اصلی رفته چی؟ در درون خود رژیم در درون باند حاکم که الان مطابق چیزی که توی رسانه های رژیم می حداقل سه دسته بندی در درون این باند ظاهر شده که حالا رسانه های مختلف براشون اسم گذاری هم کردن اسم گذاری مثلا فرض کن میگن یه راست رادیکال به اینا میگن راست به اصطلاح راست رادیکال که این راست رادیکال کیان همون بازمانده های احمدی نژاد هستن که به خودشون میگفتن جبهه پایداری در واقع این اون خلاصه کارترین جناه این خلاصه دار دسته که اغلبشون هم میگن نظامی و همین پاستار مسترا و اینا هستن که اینا رو سرجم کننده شون الان سعید جلیلیه اینا در واقع بدنه دولت رئیسی رو تشکیل میدن و تقریبا حدود یه نصفی هم از مجلس دست ایناست که خب اینا یه دارو دستن یه و دسته اسمشو میذارن راست میانه حالا این راست و میانه و همه اینا چیه معنی نداره آره. اندداری که بله در درون این اینا خودشون به هم دیگه اسم میدن البته یکی از رسانه ها گفته بود که اصلا ما رو این اسما اصراری نداریم چون فرق نمیکنه اینا به اصطلاح چیه همون باند قالب هم و همه حرفاشون توی در واقع تقسیمات بین خودشون تو باند قالب هستش که حالا گرداننده این سر دسته این دسته ای که میذارن حالا اسمش اینا قالی بافه که در واقع حدود نصف مجلس رو داره با خودش و اسم خودش رو گذاشته نو اصول گرایان اون اسم خودش رو اینو گذاشته اونا بهش میگن راست میانه اینا هم یه دارو دستن. یه دارو دسته دیگه میگن هستن که این رسانه ها اسمش رو گذاشتن اصول گرایان نو این گردانندشون علی لاریجانیه علی لاریجانی هم میدونیم که دیگه اون دفعه صلاحیتش رو لغو کردن و خلاصه خیلی سر خورده شد علی دیگه در جریان نمایش انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری این رفت کاندیدا شد اون موقع خامنه ای یه سری رو با صحبت بهشون گفت نیاین یعنی. مثل حسن خمینی گفت آقا تو نیا به این شاید اون موقع نمیتونست بگه نیا برایش گرون تموم میشد سب کرد این کاندیدا شد بعد م... حذفش کرد لغو کرد به صلاح صلاحیت رو لغو کرد که خب از اون موقع هم در واقع به یه نوعی در زاویه با رژیم هست میگن این باند این دار دسته ساکتن از بعد از به خصوص قیام 1401 ساکتن موزگیری نکردن در مورد همین هجاب و غیره و اینا بیشتر ساکتن مترسد فرصدان ببینن باد به کدوم سمت از این دوتا دسته میوزه که خلزه برن با اونها به همراه بشن چون موضوع که موضوع به یک فکر و اعتقادات و این حرفا نیست موضوع همون منافع و این حرف هست الان این سه دسته هستن الان اون به اصطلاح دارو دسته ای که بدنه دولت هستن و همین به پایداری و بازمانده های احمدی نژاد اینا الان دارن به شدت کار میکنن که اون بقیه مجلس رو از قالیباف بگیرن و قالیباف رو جارو کنن به بیرون تو این نمایش انتخابات که دیگه به اصطلاح خودشون باز یه دست بشن به اصطلاح و به فکر خودشون از یه طرف قالیباف هم به شدت داره برنامه ریزی میکنه و خلاصه زد و بندها و انواع اقسام از جمله میگن که با حداد عادل اینا با همدیگه دارن تو این انتخابات زد و بند میکنن و به اصطلاح میخوان لیست مشترک بدن و از این حرفا که بتونن اون بقیه مجلس رو کار کنه بگیره یعنی دیگه الان جنگ در درون خود باند حاکم خود بانده حاکم تو ها بیت خامنه ای بله هر بله. عادل دیگه به این شکل الان چیه در درون اینا این کشمکش ادامه داره و به اصطلاح هر روزم بالاتر میگیره دیگه خب چرا این دارو دسته که چهار سال پیش خب در مجلس هم طور که شد در مجلس توسط خمینی اومد و از طرف دیگه دو سال پیش توسط خمینی خامنه‌ای بخشید باز هم دو سال پیش دولت اومد یعنی با روی کار اومدن رئیسی خب چرا سطح اختلافاتشون به اینجا کشیده شده خب ببینید اینا خودش دو تا علت میشه گفت یعنی میشه گفت ثروت قدرت وحشت اینا علت این قضیه ثروت و قدرت یعنی اینکه اینا دنبال اینن که بخش بیشتری از ثروت و قدرت و هر کدوم برای خودشون بگیرن قدرت هم که پیامدش ثروت دیگه جیباشون رو پر کنن و همه این داستان ها که میدونیم میدونیم که فساد در واقع دینامیزم درون رژیم اصلا همون که خود خامنه ای میگه که اجده های هفت سره در واقع سر اصلیش خود خامنه ای دیگه حالا سرای بقیه هم که زیر نظر هستن از یه طرف هم وحشت وحشت چرا؟ خب همین قیامی که در چشم انداز اوضاع انفجاری جامعه این که به چشم میبینن میبینن که آیندهشون چه جوریه در آینده نزدیک در نتیجه این وحشت وقتی میریزه در درونشون با همدیگه رو در رو میشن این عامله: یه سوال دیگه اینجا پیش میاد بله. که اگر انتخابات در واقع این انتخابات نمایشی هست چرا چنین کشمکش هایی در میگیره در درون رژیم بله نمایشی, بله ببینید نمایشی از نظر مردم ایران از نظر مقاومت ایران این نمایشه چرا چون چیزی فرق نمیکنه یه چیزی در درون این باند حاکمیت اینا دارن با هم دیگه یه بازی میکنن به نام چی انتخابات به قول معروف میگن چیه سگ زرد برادر شغاله چه سگ زرد چه شغال فرقی نمیکنه از نظر درندگی و جنایت و چپاول و اینا که تفاوتی نمیکنه برای مردم ایران هیچ فرقی نمیکنه مرتبا هم هرچی که عمر این رژیم زیادتر شده و زمان گذشته وضع مردم از نظر فقر از نظر گرانی از نظر همه این مشکلات بدتر شده شدیدتر شده روز به روز و ماه به ماه بنابراین هیچ تفاوتی از نظر مردم نداریه که مردم میگن رأی آره، ما سرنگونی قبلا دیدیم تو شعارها زمان همین نمایش انتخابات دوره های قبلی حرفشون این بوده اما در درون رژیم در درون خود اینا چرا فرصتی همین نمایش های انتخابات فرصتیه برای اینکه بیشتر قبضه کنن هر کدوم از این دارو دسته ها بخش بیشتری از قدرت و در بخش بیشتری از ثروت رو قبض کنند. به این دلیل که خب اینا رو در رو هستن جنگشون جنگ, جنگ منافع فرق نمیکنه. اون موقع تمامیت این رژیم که در مقابل مردم و مقاومت ایران بودن و همه این جنایت ها رو میکردن بعدا شدن دو باند اصلاحاتی و چی حالا خود اینا دوباره دستبندی های مختلف عین جریان مافیا مافیا اونچه که این دستبندی ها رو به وجود میاره و شکل میده منافع هر کدوم میتونه بره با یه دسته زد رد و بند کنه برای منافع بیشتر اون یکی دسته رو بندازه بیرون یعنی میزان سهم بیشتر بله دقیقا ناشی از ایناست و خب این هم چیزیه که هیچ وقت تموم نمیشه تا پایان عمر ننکین این رژیم ادامه داره این رویارویی ها, ها و کشمکش ها که مرتبا هم رژیم رو تضعیف و کوچکتر میکنه دیگه وقتی رژیم های مجبور میشه جراحی کنه جراحی کنه همین اقدامات بکنه مرتبا تضعیف میشه از جهت. بله در واقع در رابطه با باندهای درون حاکمیت و جنگ و جدال های درون حاکمیت گفتید و اینکه در حال سه دسته کردن از همون پایداری و راسته به. در واقع راست رادیکال و اصولگرایان در واقع نو و نو و اسامی مختلفی ام. که برای خودشون میذارن تا بتونن سهمخواهی بیشتری داشته باشن ام. در واقع در باند غالب و همون باند حاکمیت که به خوبی خب این سال خیلی هم بود اما بپردازیم به این سال که این هفته هم شاهد گسترش اعدام ها در درون خب در واقع بودیم در توسط رژیم که خب اعدام ها هم مثل گشت ارشاد در واقع یک عواقب جدی داره و باعث خشم بیشتر مردم میشه خب چرا رژیم با اینکه میدونه چه این اقداماتی رو میکنه در واقع برای همون بقا برای همون بود و نبود هر موقع ضعفش بیشتر میشه اعدام ها رو بیشتر میکنه الان از اوایل 2023 تا الان 400 تا اعدام صورت گرفته خب خیلی بیسابقه سابقه در سالهای اخیر یعنی میخواد اینجوری مهار کنه همون شرایط التهابی و انفجاری جامعه را که خدمت عرض کردم خامنه ای در واقع سه تا چیز به خوبی میدونه یکی این که میدونه که اگه قیام بعدی را بیفته به مراتب رادیکال تر و آتشین تر از قیام قبلیه این تجربه قیام های این سالیانه مثلا قیام 98 که افتاد خوب قیام خیلی عظیمی بود یک نقطه عطف بود ولی قیام 1401 خیلی رادیکالتر و آتشین تر بود مثلا شما نگاه کنید تو اون قیام مثلا یه بیلانی دارم کشته رژیم 188 نفر بود از اون موقع تو قیام آبان چنین خبری نبود مجازات در این عباد و گستردگی یا مثلا زخمی ها و مجروحین بسیج و انتظامی و پاسار و اطلاعاتی و لباس شخصی 7023 نفر این آماره که تازه خودشون دادن آتش زدن و تخریب اماکن دولتی و ارگان های مختلف 1131 مورد آتش زدن و تخریب خودروها و تجهیزات حکومتی 891 مورد تخریب و آتش زدن بانکا و مراکز قرارت چاپاول 801 مورد پس قیام هر چه رادیکال تر میشه پس باید جلوشو بگیره گفتیم اهرومشم که نداره بیاد تزدی حل کنه تو جامعه به اعدام متوسل میشه الهو بر این خامنه اینم میدونه که کانون های شورشی و خط و استراتژی که اونها پیش میبرند رو به اطلاع و گسترشن وحشتش از اینم هست شما نگاه کنید همین امشب تو سیمای آزادی سی تا عملیات انفجاری و ضد اختناق انجام دادن کانون شورشی من فقط اشاره کنم به چه موردش انفجار و به آتش کشیدن قضای جلادان در قزوین و اردبیل انفجار و به آتش کشیدن گردان زده امام حسین سپا در کرچ انفجار و با آتش کشیدن پادگان سلمان سپا در اهواز با آتش کشیدن پایگاه بسیج تو این شهرها تهران، تبریز، یزد، کرمان، سمنان، اندیمشک، دسفول، چالوس، جمتو بوشهر پس این رو به گسترشه این آتش مثلا شما نگاه کنید تو همین کهکشان امسال تو روز ده تیر در واقع تصاویر ده هزار ده هزار تصویر از کانون شورشی تو کهکشان تو اون اجلاس ایران آزاد پخش شد این به رغم دستگیری های گسترده از کانون شورشی و هواداران مجایدین تو قیام 1401 که بیش از 3600 دستگیری داشتیم که همه اسامی و مشخصات و ایناش تو دفتر شورای ملی مقاومت است برای بر ارائه به هر مجمع بین‌المللی و به هر دادگاهی ناپدید شده یا دستگیر شده به رغم این ابعاد ولی کانون شورشی اینجوری گسترش و رشد پیدا کردن علاوه بر این خامنه میدونه این قیام خیلی سختره براش چون بسیاری از برکاش و بسیاری از ترفندش سوخته تو این قیام یعنی قیامی که در چشم اندازه مثلا مثلا یه ترفندش این بود که قیام تنزل بده به بحث حجاب اون اصلا جمع شد اینو بیشتر میشه توضیح بدید مثلا همین که روسری سوزونی گویا خاص قیام کننده ها موضوع فقط روسری و موضوع زنان و ایناست نه تمامیت رژیم نه سرنگونی کلیت رژیم نه پایین کشیدن خامنه ای در این شعارها با خط و استراتژی درست با مرزبندی درست هم دیدیم تو کف خیابون دیگه چه شعاری میدادن چه با حجاب چه به حجاب پیش به سوی انقلاب یا مثلا یک ترفندش همین که با همدسی استعمار و سرویس ها انجام میداد ایجاد آلترنتیوه کاذب بود تو سطح قیام که مقدوش کردن منحرف کردن از خیابونا کشوندن به پشت پنجره ها خب این سوخته الان شما تو صحنه جز آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت که هر روز شما کهکشان ها و ایناشو میبینید آلترناتیو وجود داره اونا کجا رفتن بچه شا اون ریزشی اصلاحات اون زینت المجالس ها اون ریزشی سپا نمیدونم منشورها و وکالتا ها و تور های و اینه که رمیده خب اینم از صحنه جمع شد یا مثلا اینکه محدود کنم به مناطقی مارکت تزیه بزن به این و رو اون طرف خب اینا همه جمع شد در این قیامی که سر بگیره خامنه خیلی سختره هم به لحاظ کانونه شورشیش هم به لحاظ اون نکته اول که گفتم رادیکالتر میشه به همین دلیل دو دستی چسبیده به ادامه بیشتر به سرکوب بیشتر این که روند و بالا برده ولی خب این این گشت ارشاد این خودش میتونه سوخت قیام بشه و جرقه اون قیامو رو بزنه و قیام خیلی آتشین تری در پیش باشه ولی بله خب این هفته حکم اعدام سید جواد وفایی زندانی سیاسی به اتهام هواداری از مجاهدین توسط رژیم صادر شد در این رابطه و برای جلوگیری از این اقدام جنایتکارانه چه اقداماتی انجام شده؟ مقامات ایران بلا اطلاعیه دادن از مجامع بین مللی، از شورای امنیت از سازمان ملل همه خواستند که اقدام فوری بکنند و در آقا رژیم و تحت زن متوقف کنه بعد یک بسیج و کارزر گسترده تو سطح بین مللی را اولا تظاهرات یاران شورشگر و هواداران مجاهدین تو پایتخت مختلف تو برلین توی تو کل تو جای مختلف اروپا را که به گوش افکار عمومی برسونن در عرض این دو روز این چهارشنبه مشخص شد که این حکم ادامه هست شما نگاه کنید بخ آقای خدای صفت بهش اشاره کردند ما هشتاد و سازمان و شخصیت بین المللی که نام دادن به کمیسر عالی وقت بشر اینا توشون چنین شخصیت هیه. 17 مقام کنونی و سابق سازمان ملل 6 گزارشگر 7 برنده نوبل رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل دیوان کیفری بین المللی مال دادگاه لاهه دادگاه بدوی جامعه اروپایی اف بین الملل اسقف اعظم کانتربری پنج سفیر پیشین شامل سفیر آمریکا شامل سفیر فرانسه اینا همه تو انگلیس بودن ده تن خوز وزیر و وزیر سابق از هشت کشور مختلف که همین امروز بود همین نامه سناتورها نمایندگان از استرالیا بعد وزرای سابق و نماینده مجلس از کانادا همه یه موجی را انداخته مقاومت ایران در واقع میخواد هزینه اعداما رو مخصن اعدام زندانی سیاسی رو برای رژیم سنگین تر کنه حالا ممکنه فردا رژیم اعدام کنه خب سبوییت داره نیاز داره بهش ولی ما باید مردم ایران مقاومت ایران هزینه اعدام رو به رژیم هرچی سنگین تر کنیم هر چی بیشتر تحت فشار بین بذاریم، تحت فشار داخلی بذاریم، در چنین شرایطی که اون موج ادامه گسترده است این ادامه هست، در واقع همون با این کارزار رو باید هر روز بیشتر دامن بزنیم. دنیش تو چنین شرایطی اگه کسی میگه در مقابل این همه خونریزی ادامه و کشتار که بریم مبارزه مدنی، بریم خشونت پرهیزی، نگونه نفرت برش. این داره تیغ رو تیز میکنه پاسخ این چیه؟ قیامه پاسخ این چیه؟ کانون شورشی و آتشه بله با تشکر یعنی در برابر اون طیفی که حالا مبارزه مدنی به اصطلاح رو تبلیغ میکنه پاسخ کانون شورشی هست درسته؟ بله و قیام مردم بله با تشکر و شما در ابتدای صحبت هاتون اشاره کردین به اینکه رسانه های متعدد در کشورهای مختلف اشاره کردن به اینکه بعد از سفر خانم مریم رجوی به پارلمان ایتالیا در واقع رژیم دیوانه شده ملی. اما خب چرا یک سفر و یک در واقع دیدار این چنین برای رژیم ملی. سنگین هستش بله واقعا دیوانه شده <تصفح> خب معلومه که خیلی برایش سنگینه همین که میگین اول اجازه بدین که یه اشاره بکنم به اینکه چه اتفاقی افتاد تو این فاصله خیلی خلاصه یعنی بعد از اینکه این اجلاس در محل پارلمان ایتالیا برگزار شد با حضور جمعی از نمایندگان دو مجلس ایتالیا و دیدارهایی که صورت گرفت و اینها رژیم خب خیلی براش سخت و سنگین بود و اومد در واقع سفیر ایتالیا رو در تهران احضار کرد این به مدیر کل وزارت خارجه رژیم احزار کرد و گفت خلاصه این ما پر نمیتابیم کسی با اینها با این مجاهدی خلاصه چنین برنامه های اجرا بکنه و این حرف ها اصلا قابل و قبول نیست و اینا بعد دیگه به دنبالش هم زوزه و اینا از همه جای رژیم هم مقامات رسمیش مثل نمیم سخنگوی وزارت خارجه و اینا کمیسیون امنیت تمام... مجلس دل... قضایی قضایی امام جمعه ها و نمایش جمعه ها رسانه ها تلویزیون از همه جای رژیم خلاص زیادی سر بله این صدا از همه جا مثل یک کره هماهنگ به گوش می رسید و خلاص جاری بود به خصوص از اون لحظه ای که وزیر خارجه ایتالیا آقای تایانی اومد موضع گرفت در قبال احزار سفیر ایتالیا و گفتش که ما یک دموکراسی هستیم اینجا و هر کسی هر جوری سلاح میدونه میتونه اجرا کنه قوانین نباید ق... نقض بشه و این کار این دعوت و این اجلاسی که بوده هیچ قانونی رو نقض نکرده آقای پوتسولو هم که از کمیسیون خارجه مجلس ایتالیا هست اونم گفتش که رژیمی که خودش در هر ساعت پنج, پنج نفر ساعت. رو هر پنج ساعت پنج نفر رو اعدام میکنه و میکشه این رژیم حق نداره درس دموکراسی بیاد برای نمایندگان یک جمهوری بده یک جمهوری ایتالیا و خواست بدین حرفا رو بزنه این دیگه در واقع خودش مثل یک تو دهنی بود که بنابراین دردار این شکنی بود. بله این فضا رو دوباره بیش از پیش اوج داد اوج داد که اگر بخوایم اینا رو جمع کنیم که مثلا رژیم تو همین مدت یه هفته ده روزی که گذشته چی کاره کرده واقعا یه کتاب میشه همه اینا رو تو روزنامه ها و رسانه ها تلویزیون ها مجلس این ور اون ور. من بعضیاشو فقط بهش اشاره میکنم من این اینکه معلوم بشه که چه مسیری دیگه و رژیم چه به چه نقطه رسیده این نوشابادی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس آخونده میگه باید از ظرفیت روابط پارلمانی دولت یازده هم منظور همین رئیس جلاده و گروه های دوستی با مجالس کشورهای مختلف لابد همین این دارو دسته های طرفتار خودش توی نمیدونم سوریه و این ورانور منظورشه برای جلوگیری از فعالیت مجاهدین استفاده کرد باید بسیج کنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گفته که یه بیانیه دادن خانواده های کشته شده های ترور که هر دفعه اینا رو یک داره دسته های هستن آره از این نمایش ها شو اجرا میکنن میگه اینا گفتن که آقای آنتونیو تایانی وزیر خارج ایتالیا متاسفانه یک فرار به جلو و توجیه غیر منطقی کرده این حرفی که زده این حرف منطقی که آقا اینجا دموکراسی میگه این غیر منطقی یک عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع گفته که به نظر میاد صرف احزار سفیر ایتالیا کافی نیست و باید پاسخ محکمتر و قاطعتر انجام شود آخوند سلیمی بود فکر سلیمی آخون سلیمی هم خودش باز پاس... آره حرف دیگه زده حالا بعد میگه که دستای پا... این ادامه میده همین طرف که به سلام میگه باید قاطع تر می دستهای پشت پرده آرام آرام آشکار میشود و نشان میدهد که در ترور 17 هزار نفر اروپایی ها و کشورهای غربی از ابتدا همیه مجاهدین بودن از ابتدا یه نفری هست به نام هیدری از هیئت رئیسه کمیسیون امنیت این مجلس میگه که وزارت خارجه باید اقدام پارلمان ایتالیا در دعوت از مریم رجوی را در جوامع بین به چالش بکشد و دستگاه قضایی نیست شکایت خود را در مجامع جهانی تر کند هرچی مقامات ایران میگه بابا بیان دادگاه بفرمایین دادگاه اونا از ترسشون چیه نمیتونن هیچ اقدامی بکنن بنابراین حالا میاد از این حرفا هم میزنه آقون سلیمی که شما گفتی که گفته که ایتالیا از مجاهدین دعوت کرده به آنها تذکر بدهید که به سراب دل نبندند خب اگر سرابه این که شما چه خبره تو اگر سرابه خب پس به سراب دل ببندن برای شما بهتری که یکی به سراب دل ببنده سرش به سنگ بخوره چه خبره این خبرو یه نفری هم از علیرضا بیگی که این همون نفر معروفیه تو مجلس مجلس آخوندی میگه که نشست نمایندگان پارلمان ایتالیا با مریم رجوی خلاف حقوق بین الملل است جمهوری اسلامی با تمام توانمندی و قابلیت خود به هیچ عنوان اجازه نمی در امور داخلی ما دخالت کنند میگه مجلس باید چیکار کنه محکوم کنه خب این به اصطلاح نمودهای هایی از همین دیوانه شدن رژیم و خود واکنش‌های هیستریک و دیوانه‌واریه که این رژیم حالا هر چی که در ایتالیا موزه ها بیشتر میشه مثلا کمیته پارلمانی برای ایران آزاد و دموکراتیک و چند تا سازمان دیگه مثل قابل دست نظرین دو اینها یک بیانیه مشترک دادن اونجا جمله‌ای که گفتن تا حدودی نشون میده این رژیم وضعش چیه و چرا این کارا رو میکنه میگه که نوشتن جملهشون اینه که در اون بیانیه مشترکشون این اقدامات و احزار سفیر تنها معید تحقیر کامل رژیم و آخوندها نسبت به آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است. بنابراین ما نتیجه میگیره ما با از مقاطعیت بیشتر حمایت خود را از درخواستی که توسط 307 نماینده پارلمان و سناتور ایتالیا امضا شده اعلام میکنیم که اون درخواست چی بوده؟ حمایت از ده ماده خانم رجوی یک جمهوری دموکراتیک جدای دین از دولت و نشانه شیخ نشانه شیخ که خب این نشون میده که رژیم چه جوری و چرا این طور به اصطلاح دوچار وحشت شده و خلاصه این واکنش ها رو نشون داده. ولی با تشکر شما اشاره کردین به هزینه هنگفتی که رژیم برای بله. شیطانسازی علیه مجاهدین شکل میده بله و البته بله. با توجه به با فرصت باقی مانده فرصتی کمی که دارین در سه دقیقه آیا این فقط در علیه مجاهدین هست؟ بله ببینید در مورد خوب شد اشاره کردین شیطانسازی که رژیم میکنه ببینید علت این که رژیم این واکنش رو نشون میده یکی از علتاش اینه که میبینه تمام این شیطانسازی عظیمی که کرده بی نتیجه مونده شیطانسازی کرده که در جهان مجاهدون منزوی کنه شیطانسازی کرده که در داخل ایران مجایدونو منزوی کنه میبینه بی نتیجه مونده میبینه اون جنگی که از چهل سال پیش از سال شهست از سی خورداد شهست شروع شده یک طرفش مقاومت ایران و مردم ایران یک طرفش این رژیم آخوندی. این جنگ داره به یک نقاط جدید تعادلی میرسه نقاطی که کاملا به زیان رژیمه و رژیم رو داره از دور خارج میکنه همین تیر ماه سال گذشته الان روز سیوم تیر هست میفکر کنم اوائل تیر شد هفتم تیر بود خامنه ای اومد گفتش که یک جنگ داخلی از سال 1160 شروع شده که یک طرفش مردم و توضیحاتی که میداد هستش که یعنی این یه جنگ داخلی حالا میبینه که این جنگ داخلی به چنین نقاط عطفی داره میرسه بنابراین علتش اینه که این واکنش رو و یکی هم همین که این شیطان سازی ها بی نتیجه مونده حالا میگین که این شیطان سازی آیا فقط توسط علیه مقامه. اولا ابعاد این شیطان سازی نجومی و ابعاد عجیب و غریبیه یک آماری از به سرجمع کردن کل اقدامات رژیم فقط سر فیلم های سینمایی و مستند و کتابایی که رژیم علیه مجاهدین نوشته نشون میده که نزدیک به هزار فیلم به طور دقیق 980 فیلم و مستند تو این مدت ساخته شده تقریبا اگه تقسیم کنیم میشه سالی 25 تا سالی 25 تا فیلم فیلم میدونیم یعنی چی دیگه چه هزینه ای داره چه بعضی فیلم چند سال ساختنش دول میکشه این سالی 25 تا فیلم و مستند میسازه و نزدیک به 600 کتاب یعنی 596 کتاب علیه مجاهدین نوشته جدای از مقاله هایی که مرتبا تو این رسانه ها پر کرده نمایشگاه های مختلفی که میذاره اقدامات مختلف انجمن نجاست که در داخل ایران میکنه در کشورهای مختلف همه اینا رو بکنیم این حجم شیطان سازیش بوده اما این که شیطان سازی فقط علیه مجاهدین هست یا نه این رو خوبه جوابشو از بیان زنده پروفسور ریمون تنتر بدن از یاران و حامیان بزرگ مقاومت ایران که خودش زمانی در دولت ریگان جزو شورای امنیت ملی آمریکا بود و مقامات دولتی داشت بعدم مدت ها استاد دانشگاه بود در جوشتان. دورتان در, در آمریکا که خب کتاب های متعددی هم نوشته در مورد ایران و رژیم یک بیان جالب و نکته جالبی ازش هست که در دورانی که کودتای 17 جوان پیش میاد ریمون تنتر میبرن در تلویزیون در یکی از تلویزیون آمریکا که اونجا ازش سوال میکنن حالا زیاد هنوز شاید در جریان نبوده که این داستان چی بوده سوال میکنن که این همچین جریانی پیش اومده و یه تعدادی خودسوزی کردن داریم به خاطر این موضوع که همونجا پروفسور تنتر میگه که خب همین نشون میده موضوع خیلی مهمه اینا معلومه که خیلی جدیت داشتن که چنین اقدامی کردن و از اونجا به بعد علاقمند میشه که پیگیری کنه این موضوع رو میاد یه تحقیقاتی رو شروع میکنه راجع به جریان 17 و شروع میکنه با تعدادی از به اصطلاح کارشناسان اینا رو بسیج میکنه یه بنیادی به نام کمیته سیاست ایران تشکیل میده و بعدم 20 تا از دانشجوهای خودش رو در دانشگاه جوشتان اینا رو بسیج میکنه که به مدت شش ماه کلیه روزنامه های رژیم و فارسی و انگلیسی اینا مانیتور کنن مانیتور کنن و به صورت فاکت جمع کنن فاکت فاکت و بعد آخر سر این نتیجه رو منتشر میکنن بعد از شش ماه که خودش میشه یک کتاب نتیجهش اینه که میزانی که رژیم شیطانسازی سازی میکنه و علیه مجاهدین اقدامات میکنه و موضوع منتشر میکنه چهار برابر کل گروه های دیگه است کل گروه های دیگه رو یک طرف این چاپات یه جمله خود پروفسور تنتر داره که در یکی از جلسات در اوور گفته بود این جمله شو میخونم میگه که گروه های اپوزیسیون که بتوانند باقی بمانند آنهایی هستند که ائتلاف بزرگی تشکیل دهند و شورای ملی مقاومت همین حالا یک اعتلاف است در سال 2005 یکی دیگر از نتیجه گیری های مهم ما این بود که رژیم ایران روی مجاهدین 350 درصد بیش از مجموعه گروه های اپوزیسیون حساس است پس اگر رژیم حساس است ما هم باید حساس باشیم علاوه بر این رژیم از مجاهدین کینه دارد پس همچنان که رژیم از مجاهدین ما باید عاشق مجاهدین باشیم این حرف منه پس ببینید علت این رژیم میترسه اینه که خب میبینه همچین مقاومتی جایباهش نه و بعد در این خواسته هایی که مطرح شده در تمام این بیانیه ها این خواسته ها خب جمهوری دموکراتیک و جدایی دین از دولت ده ماده رجبی و اینکه باید سرانه این رژیم مورد پیکرت قرار بگم مورد حسابرسی قرار خب میبینن حسابرسی داره میاد بنابراین طبیعیه که چنین دیوانوار چنین اقداماتی بکنه. بله با تشکر فروان از توضیحاتتون در سه دقیقه آخری که فرصت داریم خواستم سال آخرم بپرسم در آخر هفته شاهد برگزاری اجلاس پارلمانی در انگلستان بودیم با حضور جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شما این اجلاس رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اجلاس در نوع خودش بی سابقه بود خودش علامتی از پیشروی جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 توضیح میدم که چرا میگم بی سابقه بود این برای اولین بار بود که در یک کنفرانس پارلمانی با حضور اعضای برجسته مجلس اعیان و عوام انگلستان جاوید رحمان گزارشگر رسمی و ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران شرکت داشت و خود لرد دیوید آلتون گفت که اداره جلسه رو خودش به عهده داشته این اونجا شما میدونید قبلش فقط خانم اسما جهانگیر یعنی گزارشگر فقید سازمان ملل قبل از جاوید رحمان این موضوع قتل آموینه رو بهش پرداخته بود در یک گزارش در یک گزارش وارد کرده بود خود جاوید رحمان هم خوب بعد تو گزارشات بعدیش بود گزارشات بعدی سازمان ولی اینکه خودش تو چنین جلسی شرکت کنه و راهله مشخصی هم بده این خوب بی سابقه است اونجا حرفش این بود که این قتل عامی که صورت گرفته به دلیل پنهانکاری رژیم به دلیل ناپدید سازیایی که میکنه به دلیل تلاشایی که میکنه برای اینکه آثار جرم از بین ببره و به دلیل فشارایی که روی خانواده ها میذاره و اینکه این حساب رسی نشده است این جزء جنایت علیه بشریته پس اول مهر اینو کوبید که این جنایت علیه بشریته بعد خودش رای کارم داد گفت من دو تا رای کار پیشنهاد میکنم اول استفاده از صلاحیت قضایی قضایی جهانی برای محاکمه افراد به خاطر این جنایتشون و جنایت علیه بشریت دوم تشکیل یک دادگاه بینالمللی یا یک مکانیزم تحقیق برای حسابرسی از همه کسانی که تو این داستان مرتکب جنایت علیه بشریت شدن این خودش یک چیز جدیدی بود و یک حقانت این جنبش دادخواهی و پیشرویشون نشون میده شما میدونید که با قتل عام در مرداد شروع شد ولی فتوای خمینی قبل از آتش و تو تیر ماه بود تو شهری ور ماه سال 67 رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی نامه به دبیر کل و افشا کرد با جزئیات ولی به دلیل سیاست ننگین مماشات و چشپوشی بر جنایت رژیم خوب مسکوت گذاشتن این سالها هم در واقع صدها کنفرانس جلسه تظاهرات تحسن اعتصاب بوده ولی به دلیل گفتم غلبه همون سیاست مماشات خب این خیلی گسترش پیدا نکرد جمع شد داد تا دادگاه دشخیم حمید نوری که شروع شد اونجا باز یک نقطه عطفی بود علاوه بر این در همین دو هفته اخیر یعنی روز دوازه تیر در ادامه کهکشانه مقاومت یک جلسه به اسم کنفرانس دادخواهی و محاکمه سران رژیم برگزار شد با حضور خانم مریم رجوی در اداده همین کهکشانهی که اینجا سیما ازدی منعکس کرده اونجا با شرکت شخصیت برجسه حقوق بشری بین المللی از جمله مدیر کل اف بین الملل که خودش از 1992 تا 2001 بوده بعد رئیس کارگروه سازمان ملل ناپدید شدگان رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015 گزارش کردن ویژه ملل متحد چند چند نفر این اونجا هم یک در واقع پیشروی و یک اطلاع دیگه ای تو این جنبش دادخواهی بود حالا اینم به فاصله همین دو هفته رو همین پیشروی اومده دن چه از این زاویه میشه گفت که در واقع جنبش دادخواهی قتل عام شدگان داره جای خودش رو تو سطح بین المللی برای به محاکمه کشوندن سران رژیم کشوندن اینها به پای میز محاکمه جا باز میکنه و در حال گسترش و پیشرویه این جلسه هم از این زاویه خیلی مهمه و اول باره که یک گزارشگر ویژه ملل متحد تو چنین جلسه خودش حضورن میاد و صحبت میکنه در این رابطه بله با تشکر از شما توضیحاتتون و وقتی که به این برنامه اختصاص دادید تشکر خب دوستان به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شما خدایا رو نگهدار